یورو در مسابقه با دلار طی روزهای گذشته پیشی گرفته و حالا 10% بیشتر از دلار آمریکایی معامله میشه. این موضوع چه دلایلی داره و دست کم در آینده کوتاه مدت چه چیزی در انتظار این دو ارزه؟ بهزاد بهمن‌نژاد جواب میده. قصه به نشست‌های اواخر هفته گذشته برمیگرده. این نمودار برابری یورو به دلاره که می‌بینیم از روز سه‌شنبه و چهارشنبه رشدش رو شروع می‌کنه و تا آخر هفته به اوج خودش در بیش از یک ماه گذشته می‌رسه. اتفاق این بود که روز چهارشنبه نشست فدرال رزرو به این صورت پایان پیدا کرد که نرخ بهره آمریکا عملاً تغییری نکرد و در سطوح قبلی خودش باقی موند. اما پنجشنبه در نشست بانک مرکزی اتحادیه اروپا افزایش نرخ بهره رو شاهد بودیم، یعنی در آمریکا سیاست انقباضی متوقف شد به نوعی، ولی در اروپا سیاست انقباضی ادامه پیدا کرد. این باعث شد که در واقع تقویت یورو به دلار اتفاق بیفته. اما این همه ماجرا نیست. اگر ما به نمودار صفحه بعد بریم، اونجا میبینیم که در واقع یه اختلافی هم هست بین اون چیزی که نماینده های اعضای بانک های ایالتی فدرال رزرو دارن با انتظارات بازار. این منحنی پیشبینی نرخ بهره است که بخش قرمز رنگ، اون معروف به دات پلات خود فدرال رزرو، که میگه ما تا پایان سال 2023 که این قسمت هست دو مرتبه افزایش نرخ بهره رو داریم و این نرخ بهره در پایان سال 2024 به 4.5% میرسه. اما بازار چه انتظاری داره؟ منحنی زرد رنگ روند بازار رو نشون میده. برخلاف چیزی که فدرال رزرو پیش بینی میکنه، بخش زرد رنگ فقط یک بار افزایش رو تا پایان سال 2023 پیش بینی میکنه و از اون مهمتر این که تا پایان سال 2024 4.5% رو 3.75% میبینه. بنابراین بازار برخلاف ادعاهایی که خود فدرال رزرو داره پیشبینی متفاوتی از سیاست انقباضی داره. همین موضوع به نوعی باعث شده که دلار نسبت به یورو افت ارزش نسبی پیدا کنه.